دوستای عزیز سلام، حسیل هاشمی هستم. باز هم در حضور شما قرار دارم. امیدوارم جور صحتمند خوش و سرحال باشین. درس امروزی ما به ادامه درس های ابتدایی خیاطی آموزش پوش پشتی تزینی می باشن. این دو پشتی را که می بینین، این پشتی دهنش توسط زنجیر مستور یا انویزبل زپر باز بسته می شه و این پشتی ما توسط کاج و دکمه. چون با زنجیر مستور یا انویزبل زپر در درس گذشته آشنایی پیدا کردین، بنان خواستم روش کاج دکمه استفاده کنیم در این پشتی ما. و این پشتی که زیر دست است که امروز قرار است تکمیلش کنیم، از دو نوع پارچه ترکیب یافته و پیش رویش که میبینین. و در این درس شما نه تنها با دوخت کاج دکمه آشنایی پیدا میکنین، بلکه با سجاف دور پشتی نیز بلد میشین. با دوختن از این سجاف نیز آشنا میشین. خب در قدم اول سجاف فقط یک پارچه به اندازه یک نیم اینچ یا دو اینچ قیچی میکنین و در بینش ریسمان سندی به هر سایزی که خواسته باشین در بینش میگذارین و قاطش میکنین و با دندانی نیمه ایره یک ماشین میکنین رویشه. وقتی که نمی سجافتان آماده شد، دخته شد، با در روی در چهار اطراف پشتی، روی پشتیدان ایره قرار میدین و یک درس میدازین. و چون مسته طرف شد دخته ما یک طرف میدازیم. حالا شما ببینین از نزدیک که به چه شکل دخته میشه و این چهار کنجی شکل میبینین از روش مایدر کورنر یا گوشی تقاطع شده استفاده کردیم. از این روش که در درس قبلی نیز با این روش آشنا شدین. خوب عقب پشتی ما دو پارچه است که به خاطر کاج دکمه ایره دو نیم اینچ این قسمت شه. این قسمت که جای کاج دکمه است ایره دو نیم اینچ قاط دادیم و طرف کاجای ما را برابر دو اینچ یک لایی رویش اوتو کردیم و به این شکل نقاط شدیم. و این کاجا را که میبینین مسته کاجش با توسط از این دندانه مخصوص کاج این سه کاجا دوختیم. و اگر شما دسترسی ندارین با این دندانه، میتونین از دندانه عادی دندانه زیگزگ استفاده کنین که این کاجی که میبینین توسط این دندانه عادی با کوکای زیگزگ دوخته شده. فقط درجه این عرض کوکای عرض زیگزگ تانه تغییر میدین که در شروعش از نمره 4 استفاده میکنین و در ختمش و دو طرفش با درجه 2 فقط و عرض طول کوک تانه به درجه بسیار پایان زیر 3 میلی به حساب میدوزین. خب و ایسه کاج ما توسط می دندانه دخته شده که یک دانه حالا میریم رویش کار میکنیم و شما از نزدیک میبینین که کاج به چه شکل دخته میشه کاج و دکمه ما را. خب اندازه کاج ما نظر به سایز دکمه تعیین میشه. یعنی هر قدر که دکمه تان اما قطر دکمه تان باشه و کاج فقط 2 میلی اضافه تر از قطر دکمه تان تعیین میکنین و شروع دخت کاج برابر از فاصله نیم قطر دکمه تان شروع میکنین. خب میبینین که مدی دندانه مخصوص کاج استفاده میکنم و شروع میکنم به دختن به این شکل دختر کاج ما دوخته شد که
دختن کات با می دندانی مخصوصش بسیار ساده است، فقط به یک ستپ بای ستپ با تمام کاج این از شروع تا ختم دختن میشه. و بعد از اینکه کاج ما دختن شد، یه توسط درز باز کن فقط باز میکنیم به این شکل. و تارا اضافی شد است قیچی میکنن و و روی پارچه که تکمه دوخته میشه قرار میتن و نشونی میکنن جای تکمه را به این شکل. خوب حالا دکمه ما را میدوزیم، دندانه را تبدیل میکنیم دندانه و دندانه مخصوص دکمه است که ایره در جایش قرار میدیم و شروع میکنیم به دوختن دکمه. تکمه را در جایی که نشانی شده به این شکل قرار میدیم و چنان درجه شکل. ما درجه زیگزگ مثل با کوک زیگزگ به این شکل تکمه ما را میدوزیم ما با دوخته شد و حالا شروع میکنیم به دوختن سجاف ما. خب خاطر دوختن سجاف و اول دندانی خدا تغییر میدیم، دندانی نیمه، دندانی مخصوص سجاف است و بر سجاف بر همچنان در دوخته زنجیر هم از این دندان استفاده میتونید استفاده کنید. سجافه میبینید نباره است ماشین ما رو به درز راست عیار میسازیم. سجاف ما دوختش خوب پشتی ما را روی پارچه رویش و پارچه پشتش روی راستش روی هم قرار دادیم و چهار طرفش سنجاق دادیم. این حالا بامی دندانه نیمه ایره در چهار طرفش با درز راست
تاس دندان نیمه میدوزیم. دندان نیمه به خاطر از اینکه سیافه که هست به خاطر باید از دندان نیمه استفاده کنیم. در قسمت همین کنجش که میرسیم باید کوشش کنین که سوزن پایین بیارین و دندانه تنها بلند کنین و جد خود تغییر کنین. در چهار طرف در زای ما دوخته شد به شکل که میبینیم اینا را چهار طرف شد با کوکای زیگزاک را زیگزاک میکنیم بخاطر از اینکه تارکشی نشه و چهار طرفش دندانه عادی را به این شکل شروع میکنیم زیگزاگ. چهار طرف پشتی ما زیگزگ شد اینا دیگه روی راسته میکنیم میبینیم که پشتی ما با چه شکل تمام شده دیدمش باشد و در قسمت کنجا همیشه کوشش کنین که یک قاط بتین دیگه یک قاط بخاطر از این کنجش صحیح درست روی راسته شد. خب دوستای عزیز این بود درس امروز ما، امید است از این درس خوشتون آمده باشه. تا درس بعدی شما رو به خداوند می سپارم. خداحافظ.